در فقر و تنگدستی به دنیا آمد. مدرسه رو برای همین نداریا رها کرد. از هوش سرشاری برخوردار بود، اما جسارت و ذکاوت سرشار او در راه کلاهبرداری قرار گرفت. از تخم مرغ دزدی شروع کرد، اما چیزی فراتر از شتر دزد شد. شبیه سارقای حرفه‌ای داستانای پلیسی جنایی فرانسوی شد و بسیاری از روزنامه‌نگاران اون را آرسن لوپن ایران خوندن. او که از نبوغ و هوش سرشاری برخوردار بود، در انجام کلاهبرداری و دزدی از ترفندهای بسیار زیرکانه و ابتکاری استفاده میکرد و خودش میگفت از انجام دزدی‌ها و کلاهبرداری‌های پیچیده و برنامه ریزی شده لذت میبره. در واقع بیشتر این کارا رو برای ارضای روحی روانی خودش انجام میداد. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. مهدی بلیغ حدود سال 1297 در شهریار متولد شد. در بین روایت‌هایی که از کلاهبرداری‌ها یا خلاف‌های او نوشته شده، به اصطلاح شاه بیت کارش فروش کاخ دادگستری در خیابان خیام تهران بوده. اگه شرط بندی میشد که کسی میتونه کاخ دادگستری رو به کسی بفروشه، شاید حتی یه نفر هم حاضر نبود روی احتمال انجام چنین کاری شرط بندی کنه. مهدی بلیغ یه روز مقابل سفارت انگلیس در تهران به دو تاجر عرب برخورد کرد و فهمید که به دنبال خریده ملک بزرگ در تهرانن. او به سرعت تصمیمش رو گرفت و از اون دو نفر خواست محل هتل خودشون رو به اون بگن تا وقتی جای مناسبی پیدا کرد خبرشون کنه. بلیغ اونقدر چرب زبان بود که هیچکس باورش نمیشد قراره از اون رو دست بخوره. دو روز بعد دو تاجر عرب در لابی یه هتل با بلیغ دیدار کردند و او تومه هاش رو به دفتر کاری دعوت کرد که در خیابان گیشا اجاره کرده بود. وقتی اون دو تاجر بخت برگشته با بلیغ دیدار کردند، او پیشنهاد خرید یه ملک بسیار بزرگ رو به اونها داد که در خیابان خیام قرار داشت. ملکی با اتاقهای فراوان و زمین وسیع که میتونست به عنوان هتل یا مسافرخونه هم کاربری داشته باشه. قیمت پیشنهادی بلیغ بسیار عالی بود و تاجران عرب رو به شدت وسوسه کرد. روز بعد که روز جمعه بود، بلیغ خیلی راحت دست اونا رو گرفت و به ملک مد نظرش برد. ملکی که در واقع کاخ دادگستری تهران بود. نکته جالب اینجاست که اتاق وزیر دادگستری هم در طبقه بالای همین ساختمون قرار داشت و بلیغ با پرداخت پول سرایدار رو راضی کرده بود که اتاق وزیر رو برای یک ساعت به او اجاره بده و بذاره که اون مهموناش رو در کاخ دادگستری بگردونه. اون یکی دو ساعت قبل از اومدن مشتری‌ها 200 جفت دمپایی پلاستیکی رو که قبلاً با رنگ‌های مختلف تهیه کرده بود به کاخ دادگستری برد و جلوی در بعضی اتاق‌ها گذاشت. در ساعت مقرر وقتی تاجران عرب از ساختمون بازدید کردن، بلیغ به اونا گفت که اتاق‌ها اجاره داده شدن و نمیشه از اونها بازدید کرد. او سپس تومه ها رو به دفتر کارش که همون دفتر وزیر بود برد و از اونها پذیرایی کرد. تاجران هم قراردادی با او امضا کردن و مبلغ 500,000 تومان به وی بیعانه دادن. بلیغ هم به اونا گفت که 10 روز بعد بیان و ملک رو تحویل بگیرن. اما وقتی تاجران عرب 10 روز بعد برگشتن، جا تر بود و اثری از بچه یافت نمیشد. روزنامه اطلاعات به توانایی او در شناخت قوانین ایران اشاره میکنه. او قوانین مالی و مالیاتی رو خوب میدونسته و امکان محکوم کردن او نبوده. به عنوان نمونه برای ندادن گمرکی و سود بازرگانی برای واردات کفش از ایتالیا، لنگه پای راست رو از مرز بازرگان و لنگه پای چپ رو از مرز خرمشهر وارد میکنه بدون آنکه یک شای حق گمرکی بده. در سال 1327 مهدی بلیغ و دو دوستش مهدی نظری و هوشنگ مجتبایی، سه دزد با سابقه و تیزهوش، تصمیم میگیرن با هم متحد بشن و یه باند سرقت تشکیل بدن. اونا با هم قرار گذاشتن اگر هر کدام به چنگ پلیس افتادن، دیگری برای رهایی او تلاش کنه. در این میان کسی که بیش از دو تن دیگر به این عهد و پیمان دل بست و وفادار ماند، مهدی بلیغ بود که زودتر از اون دو نفر هم گرفتار شد. بلیغ پس از اینکه دستگیر شد، چون تحمل زندان رو نداشت، برای برادرش نامه ای نوشت و از او خواست تا به سراغ دو همدستش بره و از اونا برای آزادی خودش درخواست یاری و کمک بکنه. اما پس از مدت کوتاهی متوجه شد که دو همدستش نه تنها به یاری او نخواهند آمد، بلکه در غیاب او همسرش رو هم فریب دادن. از این رو بیقراری او برای رهایی از زندان و گرفتن انتقام بیشتر شد و بالاخره روزی که حکم آزادی رو گرفت، نقشه‌ای ماهرانه کشید تا
از دو یار بیوفا و خیانتکارش انتقام بگیره. مهدی بلیغ برای اجرای نقشه در نخستین اقدام خانه ای رو در منطقه قلهک اجاره کرد و پس از آن شروع به جستجو برای یافتن دو همدستش کرد. در این جستجوها بود که اون متوجه شد هوشنگ به فرانسه فرار کرده. بنابراین همه تلاشش رو برای یافتن مهدی نظری آغاز کرد. مهدی بلیغ با این بهانه که نقشه دزدی بزرگ رو کشیده و میخواد این کار رو با همکاری مهدی نظری انجام بده، او رو به خونه اجاره‌ای کشوند و اون رو در زیرزمین اون خونه کشت. بلیغ در شعبه دوم دیوان عالی جنایی اون زمان به اتهام 12 فقره جرم از جمله قتل دوستش محاکمه شد، اما از 11 اتهام تبرئه شد و به جرم قتل حبس ابد گرفت. به این ترتیب در سال 37 به زندان افتاد. ماجرای مربوط به کلاهبرداری او از اعضای خانواده شاه و دربار، ماجرای سرقت او از یک جواهر فروشی در خیابان فردوسی تهران در سال 1333 خورشیدی یا ماجرای ختنه کردن یک مرد میانسال ارمنی توسط او و حتی فرار از دست پلیس‌های کویتی و کوسه‌های خلیج فارس در موقعی که در کویت دستگیر و به ایران منتقل شد از ماجراهای زندگی وی هستند. مهدی در زندان هم دست از کلاهبرداری برنداشت. او اعتیاد داشت و خرجش بالا بود. برای همین یه روز بعد از نقشه کشیدن پیش یکی از نگهبانا رفت و گفت که تلویزیون خوب داره که اون رو در انبار زندان پیدا و به جای امنی منتقل کرده و اگه بخواد میتونه اون رو به مبلغ 100 تومن به نگهبان بفروشه. نگهبان تحت تاثیر حرفای بلیغ قرار گرفت، پول رو پرداخت کرد و تلویزیون رو خرید. اما چند روز بعد فهمید که تلویزیون خریداری شده در واقع تلویزیون بند مهدی بلیغ و الان چند روزیه که در به در دنبالش میگردن. مسعود بهنود روزنامه نگار می نویسه مهدی بلیغ به زبان انگلیسی و عربی مسلط بود. اهل مطالعه و خوندن بود و به قوانین کشور از جمله قضایی و دادرسی تسلط کامل داشت و به زندانی‌ها مشاوره میداد و وکیلشون میشد و از این را درآمد داشت. در زندان قصر با زندانی‌های تبهکار همنشین نمیشد و برای خودش کلاس و مرتبه دیگه‌ای قائل بود و میگفت جرم من کشتنی نارفیق بوده و با بقیه جرم‌ها فرق داره و بیشتر ترجیح میداد با زندانیهای سیاسی و جرایم دیگه هم نشین باشه. بلیغ مدتی بعد از زندان آزاد شد، اما پس از انقلاب به جرم حمله 5 کیلو تریاک در زیر پل سید خندان او رو بازداشت کردن. یکی از افسران آگاهی در حین بازجویی او رو میشناسه و هویتش لو میره. مهدی بلیغ در سحرگاه 20 فروردین 60 به اتهام نگهداری مواد مخدر همراه با 6 قاچاقچی مواد مخدر دیگر در ناصرخسرو تهران در محله معروف به عرب ها تیرباران شد. گفته میشه زیر برگه تیرباران مهدی بلیغ رو صادق خلخالی امضا کرده. مسعود کیمیایی در سال 99 فیلمی در مورد زندگی وی به نام خائن کشی ساخت. ایرانی میشه پولش توی جیب ایرانی میره. ساکن ببینم. پولا رو نمیدوزیم، ما به امانت میبریم. دوستان مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.